صوت قد شجاني وبلغني الحقيقة والأماني وكان لي السبيل إلى المعنى بسم الله الرحمن الرحیم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت علی ابراهیم وعلى ال ابراهیم انك حمید مجید و بارک على محمد وعلى ال محمد كما بارکت علی ابراهیم وعلى ال ابراهیم انك حمید مجید عرض سلام دارم و ادب و احترام خدمت همه شما خوبان و سروران امیدوارم و هر کجا که هستید در طاعت الله متعال هر روز و هر لحظه زندگیتان زیباتر از روزها و لحظات گذشته آن سپری گردد الله رو بینه سپاس از اینکه بار دیگر بر ما منت نها تا به همراه شما خوبان و سروران در درس دیگر از درس های قرانی گرده هم بین برای تلاوت بیشتر آیات کتابش و تدبر در معانی آن و عمل به تصوراتش در سوره مبارکه ممتحنه ادامه میدیم تلاوت آیات دیگری از این سوره مبارکه عظیم رو بر از این کلاهی متعال در آیات ابتدایی مؤمنان رو منع کرد و نهی فرمود از دوستی با کفار و ملامت نمود که چرا به خاطر خیشاوندان و فرزندان و مساله دنیاوی خود قیامت خود رو نادیده میگیرید در حالی که هیچ کنم از اینها در روز قیامت به درد شما نخواهد خورد و یاد بگیرید از ابراهیم علیه السلام آن انسان عظیم فردی که به تنهایی یک امت بود که چگونه او و همراهانش یارانش از قوم خود اعلان بیزاری کردن و براعت فقط به خاطر اینکه مشرک بودن و گفتن بین ما و شما تا ابد دشمنی و بغض و کینه خواهد بود مگر آنکه ایمان بیاورید و توکل کردن بر الله متعال و نترسیدن از آنکه تنها بمانند به هجرت برند غربت تحمل بکنند آزمایش بشن دوچار ابتلا قرار بگیرند توکل به الله کردند و فرمودند ربنا علیک توکلنا و علیک انبنا خود را به تو سپردیم و بر تو اعتماد کردیم بار الله یا رحمان یا رحیم یا عزیز و یا حکیم ربنا علیک توکلن و علیک انبنا و به سوی تو بازگشتیم و علیک المصیر توبه کردیم و بازگشت ما به سوی تو فقط ما رو در دنیا بیشتر از آنچه که توان ماست آزمایش نکن ربنا لا تجعلنا فتنة للذین كفروا واغفر لنا ربنا ما رو بخش بار الله انك انت العزيز که تو بسیار عزیز و بسیار حکیم هستی الله متعال فرمود برای شما در ابراهیم و کسانی که با او بودن الگوی نیکویی است این الگو برای کسانی است که اعتقاد و باور دارند به روز قیامت و به الله متعال و به ملاقات الله متعال باور و یقین دارن ابراهیمی باش تا در روز قیامت در کنار ابراهیم بیستیم و ابراهیم علیه السلام رو مشاهده بکنی و به والله چقدر مشتاقیم برای زیارت آن چهره نازنین ابراهیم علیه السلام و کسانی که با او, بود با او بودند و همچنین محمد مصطفی صلی الله علیه و و دیگر انبیا و صدقین و شهدا و صالحین و مهمتر از همه دیدن وجه کریم ذات باری تعالی الله متعال نصیب همین ما شما بگرداند در ادامه الله متال در آیه هفتم فرمود پس از آنکه امر می فرماید که ولو خیشاوندان شما فرزندان و عزیزان شما بودند کسانی که مشرک و کافر شدن نباید با اونها پیمان دوستی داشته باشید و محبت آنچنانی اون محبت فطری بین دو طرفه عادی است انسان ذاتا دوست داره فرزندش رو پدر و مادر و خواهران برادران و عزیزانش رو ولو اینکه کافر باشن محبتی که نوح علیه السلام به فرزندش داشت و به همسرش داشت و محبت طبیعی است و تلاشی که ابراهیم علیه السلام برای پدرش داشت و اما تا جایی که این در امور دین ما نقص ایجاد نکنه الله متعال در ادامه میفرماید اما ناامید نشید دعا بکنید دعای هدایت برای اونها باشد که الله مطال اونها را هم هدایت بکنه اگر کسی از خانواده شما هنوز در مسیر هدایت نیست برای او دعا بکنید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم عسى الله ان يجعل و بین الذين عاديتم منهم موده باشد که الله مطال بین شما و بین آن کسانی که دشمنی کردید با آنها مودت بگذارد دوستی بگذارد بالله مطال دوباره اونها رو به شما برگرداند والله قدیر الله متعال قادر است الله متعال در هر لحظه اراده بکنه دنیا رو متحول خواهد کرد والله غفور و رحیم الله بسیار بخشنده است بسیار مهربان است مهربان تر از اون چیزی که ما تو تصورش رو بکنیم برای الله مطالش کاری سخت نیست اگر دوست داری عزیز هدایت بشه و هدایت نشده براش دعا کن از الله متعال بخواد تا او رو هدایت بکنه بار الله ها من این رو دوست دارم دوست داشتم و دوست دارم او رو هدایتش بکن هدایتش بکن اما حمایت نکن از کار شرکش از کفرش مسعی بکن که در رابطه خود با او محتاط باشی از اللهم ای جعل بینکم و بین الذین عدیتم منهم موده در دشمنی با اطرافیان تواسط باشه زیاد دشمنی خودت رو پررنگ نکن تیره نکن شاید یک روزی دوستت شد موقع روی برای دیدنش داشته باش اون رو موقع دیگه فرصتی برای بازگشت بگذار در دشمنی های خودت هم باش کسانی رو که با تو دشمنی میکنن تقسیم بندی بکن اینجوری نیست که همه مشکین و همه کفار مثل هم باشن اینجوری هم نیست که حق نداشته باشی با اونها به خوبی رفتار بکنی نه به این معنا نیست که هر کافری هر مشرکی رو دیدی با او بد بکنی ظلم بکنی ستم بکنی تجاوز بکنی نه این گونه نیست لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلكم في الدين الله تعالی شما رو نهی نمیکنه از کسانی که با شما نجنگیدن در دین به خاطر دین با شما نجنگیدند کاری به کار تو نداشته کافر هست بله مشرک هست اما اون در جنگ با تو داخل نشده ولم یخرجوکم من دیاریکم اونها کمک هم نکردن به افرادی که به شما ظلم و ستم میکردن کافر هست اما ضررش به تو نرسیده ضرری به تو و به مسلمان ها نرسونده کارش رو داره زندگیش رو داره شما در اروپا زندگی میکنی در آمریکا زندگی میکنی در شرق و غرب دنیا هر جایی که زندگی میکنی همسایه کافری داری همکاری کافری داری در فضای زندگی میکنی که کفار زیاد هستن کافری از هست کازارش به کسی نرسیده نه به اسلام و نه به مسلمین کاری نداره شما نیازی نیست که با این بد باشی بد بکنی تند خوب باشین هیچ مانعی وجود نداره الله شما رو نهی نمیکنه که از برخورد با همچین افراد شما روهم و تو الیهم اینکه با اونها نیکی بکنی با خوبی رفتار بکنی احسان داشته باشی حال احوالشون رو بپرسی از احوالشون خبر بگیری با مشکلاتشون رسیدگی بکنی مشکلی داشتن مشکلشون رو برطرف بکنی از دستت کاری برمیاد این رو برای اونها انجام بدی کمکشون بکنی راهنماییشون بکنی حقوقشون رو رعایت بکنی و تقص تو الیهم در رفتار با اونها عدالت و انصاف رو رایت بکنی این یک واجب شرعی است برای همه این یک واجب است که در رفتار با همه باید اینطور بود. باید با اون عادل باشی صادق باشی خیانت نکنی در رفتارت در معاملت در عهد و پیمانت در امانت دارید در همسایگید در آنچه که مرتبط است به اخلاقهای حسن همه اینها رو بعد سر جای خودش نگه داری این انسان ضرری به تو نداشت ضرری به اسلام مسلمین نزده دشمن الله متعال است و الله متعال به ما اهم میکنه با او اینگونه رفتار بکنیم والله غفور الرحیم این است که ابتدای آیه قبل از این که آیه شروع بشه فرمود و الله و غفور و رحیم الله بسیار مهربان است بسیار غفور است دلیلش هم اینه که دشمنان خودش رو اون کسی که کافر است مشرک و الله رو قبول نداره به من تو امر میکنه اگر همسایی همکاری آشنایی از غیر مسلمان ها داری و به دشمنی و اسلام مسلمین کاری نداره اصلا به اسلام مسلمین ضرری نزده بعد با اون خوب باش. باید باش با انصاف و عدالت رفتار بکنی و با کرامت و با احترام با او رفتار بکنی ان الله یحب المقسطین الله متعال کسانی رو که عدالت میکنن در رفتارشون عادل هستن محسن هستن به دیگران کمک میکنن انصاف به خرج میدن همیشه در تعاملشون و دیگران احتیاط به خرج میدن حق کسی رو نکنن به کسی به احترامی نکنن توهین نکنن اهانت نکنن تحقیرشون نکنن حقشون رو نخورن حقشون رو رایت بکنن این الله یحب المقصدین الله مطال انسان های ادالت پیشه انسان که عدالت پیشه میکنن اینها رو دوست داره این مانعی وجود نداره برای شما که برای اونها کمک بکنیم اینطور نیست که هر کسی کافر بود و مشرک بود و شمشیر به دست بگیریم و بزنی و ببندی حق نداره مال کفر رو بخوری حق نداره مارش رو دست راست بکنی مالش جانش ناموسش در امان است تا وقتی که خودش به مال و جان و ناموس مسلمان ها دست راست نکرده باشه اما آن کسانی که از کفار بر علیه مسلمان ها وارد جنگ شدن و دست راست کردن به مال و جان و ناموس مسلمان ها اینها دیگه خودشون مقصرند این نمین حکم الله الله تعالی شما رو نهی میکند ان الذين قاتلوكم از اون کسانی که با شما جنگیده ان در دین فی الدین قاتلوكم فی الدین به خاطر مسلمان بودن با شما جنگیدن به خاطر مؤمن بودن با شما جنگیدن با شما جنگ کردن کشور شما را اشغال کردن به شما ظلم کردن به شما ستم کردن با شما از در دشمنی در آمدن و اخرجوکم من دیارکم شما را از خانه هایتون بیرون راندن شما را از شهر دیارتون آباره کردن شما رو مهاجر شرق و غرب دنیا کردن و ظاهر و علی اخراج یا اون کسانی که در دل... با اینها همکار شدن بر اخراج شما منافق صفتانی که با اینها همکار شدن با این کفار و مشرکین برای اخراج مؤمنین برای ظلم ستم به مسلمانان و با اونها همکار شدن و یار و یاور اونها گشتن اینها الله تعالی انما ان تولوهم ابتدا فرمود شما رو نه میکنه که چی انت هم در پایان فرمود که اینها رو به دوستی بگیرید با اینها نباید دوستی کن با اینها نباید دوستی کنیم. اینها جنگ است اینها دشمنن اینها لیاقت این رو ندارن چون اینها از کوره به در رفتن اینها حدود انسانیت رو هم زیر پا گذاشتن اینها ظالمن اینها فاسقن اینها فاجران اینها متجاوزن اینها رو باید اللهم متعال میفهمد به دوستی نگرید و من یتولهم فاولائک هم الظالمون اگر کسی از شما با اینها دوستی کرد او انسان ظالمی است مثل خود اینها چون اینها ظالمان اگر از شما کسی اینها رو به دوستی گرفت و با آنها محبت کرد اون هم ظالمی است مثل اینها چون اینها انسان های ظالمی هستند و من یتولهم فاولائک هم الظالمون اینها انسان های ظالمی هستند گروه اول رو هم الله تعالی فرمود که اونها رو میتونید برای خوبی و رفتار کنید باش. محبت این نیست. نیاز نیست که محبت قلبی اونها رو داشته باشین اما اینها رو باید بغضشون در دل باشه و اینها دیگه باشون تعامل فرق میکنه چون اینها خودشون نخواستن کن تعامل حسنه و نیکویی که اسلام با سایر کفار و مشرکین داشت که جنگ نمیکردن با مسلمان ها دست راز نمیکردن به جان و مال و آبروی مسلمان ها اینها نخواستن کن تا با اونها بشه اینو دست راست کردن تا وقتی کسی دست راست نکنه به مال و جان و ناموس اسلام و مسلمان ها اسلام هم به او احترام میگذاره احترام انسانیت رو رفتار حسن او داره وقتی که خودش دست برد اون موقع دیگه فمن اعتدا علیکم علیه به مثل ما اعتدا علیکم هر کسی که به شما تعدی کرد و دست راست کرد و تجاوز کرد نتیجهش اینه که همون تعدی و همون تجاوز به صورت خودش هم صورت خواهد گرفت در روبروی او و در صورت او با او تعدی خواهد شد و دفاع میکنه انسان و مسلمان از خودش این معنا نیست که همه اونها هر کسی که در جنگ با ما داخل شده جنگ جنگ است ما دفاع میکنیم از خودمون نه ظالم خواهیم بود و نه اجازه میدیم که مظلوم باقی بمانیم به کسی ظلم نمی کنیم و ظلم رو هم از کسی نمی پذیریم یا ایها الذين آمنوا ای مؤمنون اذا جاءكم المؤمنات اگر زنهای مؤمنی آمدن پیش شما مهاجرات هجرت کردن از سرزمین کفر به سرزمین اسلام از پیش همسر قبلی خودشون همسری داشته مسلمان شده و مسلمان شده و نمیخواد زندگی بکنه با همسرش و خارج شده از اون فضای کفر و الان میخواد بره به جایی که مسلمان ها هستن نه به خاطر اینکه همسرش با او بد بوده به خاطر مشکلی که با شخصی با همسرش داشته باشه و نه به خاطر این که در اون کشوری که رفته محل مسلمان ها به خاطر هدف دنیوی رفته باشه و یا مردی اونجا هست که عاشق اون مرد شده باشه بخواد با اون ازدواج بکنه و فقط و فقط بخاطر خاطر الله متعال و رضایت الله متعال و عبادت الله متعال حرکت کرده فامتحنوهن از اینو امتحان میگیرید از اینو امتحان میگیرید و بپرسید واقعا که این ایمانش به خاطر چیست امتحان میگرفت در رسول الله علیه و سلام وقتی که اگر زنی از مسلمانان زنی مسلمان میشد در مکه و می آمد به سمت مدینه الله تعالی از او امتحان می گرفت رسول الله علیه سات و السلام و تا مشخص بشه که واقعا مؤمن هست یا نه میپرسیدن به خاطر چی آمدی چرا آمدی اینجا چه نیتی داری هدفی داری کاری داری گفت نه فقط به خاطر الله و رسولش حجرت کردم و این امتحانش بود الله اعلم به ایمانهن الله به ایمان اونها و ایمانش و آنچه که در قلب اونهاست و قسمی که میخورن ایمانش قسمی که میخورد قسم میخورد که من به خاطر الله و رسولش اجرت کردم الله به ایمانش و قسمش آگاه تر است شما ظاهر قضیه رو نگاه کنید از باطنش الله تعالی خبر داره شما ظاهر رو ببینید و بپذیرید فین علمتموهن مؤمناتن اگر اونها رو مؤمن یافتید فلا ترجعوهن الی الکفار اونها رو به سوی کفار باز نگردانید ولو اینکه شوهرش در اون طرف هست زن مسلمانی که هجرت کرده به خاطر دینش پیش از شوهر کافرش بازگردانده نمی شود لهن حل لهم ولا هم يحلون لهم لهن ولا هم لهن لهن حل لهم نه این زنها برای آن مردها حلالن حلالند ولا هم و نه آن مرد های کافر نه این زن مسلمان برای آن مرد کافر جایز است و نه آن زن مرد کافر برای این زن مسلمان اینها دیگه ارتباطشون قطع میشه یکی از مواردی که سبب طلاق در اسلام میشه تفاوت ادیان است زنی مسلمان شد دیگه نباید با شوهر کافر خودش زندگی بکنه مگر اینکه او هم مسلمان بشه این حکایت هنوز هم ادامه داره خواهر مسلمانی که تازه مسلمان است اگر شوهرش کافر بوده تا امروز آن مسلمان میشه دیگه ب شوهرش رو پیشنهاد بکنه مسلمان بشه و اگه مسلمان نشد حق ادامه زندگی با او رو ندارد چون زن مسلمان دختر مسلمان با هیچ کافری نباید ازدواج بکنه دختر مسلمان با هیچ کافری ازدواج نمیکنه فاین لهن حل لهم ولا هم يحلون لهن واتوهم ما انفقوا اما این زن مسلمانی که آمد اون مهریه ای رو که آن شوهر کافرش بهش داده بود بهش پس بدید تا ضررش دوتا نشه همین که شوهرش زنش ول کرده او رو برای او کافی است و دیگه مهریه رو بهش پس بدید الله متعال امر میفرماید به ادالت ادالت حکم میکنه که مهریه اون رو بهش پس بدیم حال این در انتخاب دینش اختیار داشته دین خودش رو انتخاب کرده و دینش دیگه اجازه نمیده که اون با او زندگی بکنه و اختیار دارد اما اون هزینه کرده هزینه او به او پس داده میشه ولا علیکم ان تنکحوهن اذا اتیتموهن اجورهن باید مهری اون مرد رو مسلمان ها بپردازن زنی که پیش اونها آمده و ملامتی بر شما مسلمان ها نیست اگر با این زن بخواید ازدواج بکنید بعد از عده او به شرطی که مهرش رو هم بپردازید مهر جدید برای این زنی که تازه مسلمان شده اگر مردی بخواد با این زن ازدواج بکنه اولا باید شوهر آنچه که شوهر قبلیش خرج کرده بهش بده و در ثانی مهر جدیدی برای شوهر برای این زن انتخاب بکنه و نگه که خب مهر تو همونی بود که من دادم به شوهر قبلی که داشتی نه مهرش پرداخت میشه و اون هزینه که شوهر قبلیش خرج کرده بهش داده میشه و شوهر جدید هم باید مهرش رو پرداخت بکنه به عصام الكوافر اگر زن مسلمانی آمد حکمش گذاشت حالا اگر زن کافر بود ولا تمسیکو نگه ندارید امساک یعنی نگه داشتن به جمع اسم است یعنی نکاه اینجا مراد از عقد و نکاح است کوافر جمع کافره هست یعنی زن های کافر زنی کافر است مرد مسلمان شد زنش هنوز کافر است الان دیگه این پیمان این پیمان به هم میخوره و این زن دیگه جدا میشه این مرد نباید این زن رو پیش خودش نگه داره ولی تو به عیسا کافر زن های کافری که هنوز مسلمان نشدن رو هم پیش خودتون نگه ندارید بخش اول آیه درباره مسلمان شدن زن بود بخش دوم درباره مسلمان شدن مرد هست ولی تو شما مرد هایی که مسلمان شدید زن های کافر رو در عقد خود نگه ندارید اگر ایمان نیاوردن واسالوا ما انفقتم الا مگر اینکه اون زن اهل کتاب بوده باشه اگر اون زن اهل کتاب بوده باشه اونجا فرق میکنه چون استثناء است زن اهل کتاب میتونه زن دختر اهل کتاب و زن اهل کتاب یک مسیحی و یهودی زن مسیحی و یهودی میتونه با یک مرد مسلمان زندگی بکنه مرد مسلمان میتونه یک زن یهودی و مسلمان یک زن یهودی و یا نصار نصرانی داشته باشه به شرطی که از همون اول یهودی و مسیحی بوده باشه اما اگر زنی مسلمانی یهودی و مسیحی بشه چون مرتد شده دیگه نمیتونه در عقد یک مسلمان قرار بگیره و بخش اول آیه دربارش درباره این بخش درباره اون حکم میکنه ولایتوم سکو بی کافر و دیگه زن کافره رو نباید در عقد خود نگه داره و از ما انفقتم و آنچه که شما دادید اگه زن کافر شد آنچه که شما بهش داده بودید پس بگیرید و الیس الوم اونها هم میتونن که اگر نقطه مقابلش اتفاق افتاد اونها هم میتونن که انفاق رو اون موقع طلب بکنن اونها هم میتونن طلب بکنن خرجهایی رو, رو, رو که کردن شما خرجی رو که کردید طلب بکنید اونها هم خرجی رو که کردن طلب بکنن تا دو طرف به حساب بشن ذالیکم حکم الله یحکم بینکم این حکم الله تعالی است که بین شما حکم میفرماید و الله علیم حکیم و الله علی متعال علیم است و حکمت داره هم علم داره و هم حکمت داره و کسی که عالم است و حکیم است یقینا در حکم خود اشتباه نخواهد کرد و این بهترین و عادلانه ترین و منصفانه ترین حکمی است که برای شما صادر شده است و این فاتکم شیء من ازواجکم اگر چه فوت شد چیزی از همسرانتون همسری که کافر شد و رفت مهری داشت زندگی خرجی براش کرده بودید الان رفته الی کفار به سمت کفار رفته کافر شده و رفته فعاقبتم و شما طلب کردید و ندادن به شما مالی رو که خرج کرده بودید فعاقبتم جنگی شد در این جنگ قنیمتی به دست گرفتید معاقبه شدن اونها و به سزای اعمالشون رسیدن و قنیمت ها به دست آوردید فعت الذین ذهبت ازواجهم پس بدهید به اون کسانی که زنهای اونها رفتن به پیش کفار مثل ما انفقو اون پولی رو که خرج کرده بودن برای زنشون اگر زنی مرتد شد و رفت و از خانواده او خواستن و نداد و در جنگ شد بیت مال مسلمین پرداخت میکنه هزینه رو که این مرد برای اون زن خرج کرده است و تق الله الذي انتم به مؤمنون و بترسید از اللهی که به او ایمان آورده اید الله در پایان سوره مبارکه ممتحنه درباره بیعت با زنانی که در فتح مکه با رسول الله علیه و سلام بیعت کردن صحبت می‌فرماید و این بیعت خطاب به کل امت اسلامی است هر زن مسلمانی باید این مفهوم رو در ذهن داشته باشه و این اصول رو دقت بکنه و بلکه هر مرد مسلمانی و این پیمان از زنها بعد از فتح مکه گرفته شد مسلمانان زنان صحابه و محتوای همین فیمان از مردها در ابتدای بیعت عقبه اول وقتی که اولین گروه مسلمانان مدینه به منا رفتن و با رسول الله علیه الصلاه و السلام دوازده نفر ملاقات کردند آنجا بیعت بستن بیعتی که همون مفادش اینجا برای خانمها تکرار شد آنجا رسول الله علیه سات و سلام با مردها دست داد اما اینجا با زنها اصافه و, و دست داشتن نداشتن و بلکه فقط سخن گفتن و از اونها عهد و پیمان لفظی گرفتن یا ایوها نبی ای پیام من اده جاک المؤمنه تو وقتی زنان مؤمنی که به تو ایمان آوردن آمدن یبیعنک با تو بیعت میکنن علا با تو بر این اصول بیعت بکنن که علا ایو شرکنه بالله اولین اصل این است که مشرک نباشند. مهمترین چیز چرا که ان الله لا یغفر ان به و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء الله هرگز شرک رو نمیبخشه و غیر شرک هر چیز دیگری باشه او رو مشیعتش اجازه بده بدون توبه در قیامت بخشیده خواهد شد شرک رو هرگز بدون توبه نمیبخشه اما گناهان دیگر رو غیر شرک و کفر در روز قیامت احتمال بخشیده شدنش هست اگر کسی تو توبه هم نکرده باشه ولا یسرقن یک شرک نکنن ولا یسرقن دزدی نکنن دزدی در هنگامی که این پیمان رو رسول الله علیه و سلم از آنها می گرفت زنی از صحابه فرمود که همسر من خصیص است آیا من می برای خرج خانه دست در جیبش بکنم و به اندازه خرج خودم و فرزندان بردارم فرمودن اشکالی ندارد و این دزدی حساب نمیشه ولا یسرقن نه دزدی نکنه ولا نه و زنا نکند زن زنا نکند ولا یقتلن اولادهن و فرزندان خود رو نکشند کشتن فرزند این گونه نیست که چاقو بر برداره بچه رو بکشه همین سخت جنین خودش کشتن بچه است این کسی که فرزنددار نمیشه از ترس فقر این کشتن بچه است ولا تقتلوا اولادكم من املاق ولا تقتلوا اولادكم خشيه املاق الله در دو آیه میفرماند از ترس فقر و به خاطر فقر فرزندانتون رو نکشید یعنی اینکه کسی میگه آقا ما بچه دار نمیشیم خرجش از کجا در بیاریم برو بابا گرون شده دلار انقدر بالا رفته و و و و, 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 و. اینها هم در حکم این آیه داخلن کسی که من میکنه بچه دار شدنش رو به خاطر ترس از فقر در حکم این داخل است و کسی که سخت میکنه بچه رو در ابتدا بدون عذر شرعی اینه نمیخواد اینها همه داخلن در این موضوع ولا یقتلن اولادهن ولا یاتین به بهتان و تهمتی رو نیاره و نبنده یفترینه بین ایدیهن و ارجلهن بین دست و پاهای خودشون و این رو نسبت نده به شوهرش یعنی اینکه بچه را از سر راه بیاره بچه دیگری رو نسبت بده به شوهرش گویی که این بچه یکی که در شکم بین روی دستهای خودش این رو بزرگ کرده و از بین پاهای خودش خارج کرده این خاطر فهمون لا یعتین به بهتان یفترینه بین ایدیهن و ارجلهن تهمت نزنه که بچه کسی دیگری رو نسبت نده به پسرش بعضی وقتها عادت داشتن برخی میرفتن بچه دیگری رو میآوردن میگفتن این بچه ای توه به شوهرشون میگفتن این بچه ای تو. بچه رفت شوهر سفر رفت و داختی برمیگشت میگفت این بچه ای تو بوده به دنیا آمده یا دختر, عوض می دختر می پسر عوض میکردن این دخترشو به اون پسرشو به این میگفتن پسر بود بچه دختر به دنیا آمده موقع که آزمایش ها این مسائل هم نبود در لیه تالا این رو من فرمود که بچه های غیر خودتون رو به فرض به تو نسبت ندید ولا یعصینک فی معروف و در هیچ معروفی از تو ای پیامبر من سرپیچی نکنن از دستور تو ولا نکه سرپیچی نکنن از دستور تو فی معروفین در کار معروف این نکته اینجا اشاره میشه که مگر آیه رسول الله علیه و السلام به منکر هم نه میکرد کرد که فرمود در الله متعال در معروف از تو اطاعت نافرمانی نکنن هر اون رسول الله علیه و السلام فرموده بود معروف بود این آی اشاره به این داره که لا یعصینک از تو نافرمانی نکنن فی معروف قیده فی معروف به این معناست که اطاعت فقط در معروف است اطاعت از مخلوقات فرمان برداری از مخلوق فقط در کار معروف است در کار گناه از هیچ کسی نباید اطاعت کرد حتی اگر اون شخص رسول الله علیه الصلاه و السلام باشه این یک فرض محال است رسول الله هیچ وقت این کارو نمی کرد که بد توصیه بکنه و امر بکنه اما در بدی هیچ وقت لا اطاعت مخلوق فی معاصیت الخالق در هیچ وقت در آنچه گناه هست از هیچ بنده نباید اطاعت کرد ولو هر کی میخواد باش حتی رسول الله علیه و السلام به فرض محال اگر گناهی رو عمل میکرد کسی نباید اطاعت میکرد ولا یعصینک فی معروف از تو سرپیچی نکنن در معروف رسول الله که بعد نمیگفت که سرپیچی بکنن در معروف به خاطر این تاکید میشه تا تاکید بر این باشه که همیشه باید زن زن باید فقط تابع معروف باشه این که زن بگه من لباسم این مدلیه نمیدونم شوهرم نمیذاره حجاب بکنم نمیدونم شوهرم نمیخواد فرام بکنم شوهرم چی میخواد شوهرم چی میخواد این دلیل نمیشه و حجت نمیشه حتی اگر رسول الله باشه علیه ولا یعصینک فی معروف فقط در معروف نباید دست نافرمانی بکنه در غیر معروف نافرمانی جایز است خواهری توجیه نداره به که من شوهر من رو مجبور کرد این رو بکنم این کارو این لباس رو بپوشم این کارو بکنم حالا تو عروسی با مرد و زن دست بدم عروسی های مختلف زن و مرد بگیم و برخیم نمیدونم پسر خاله‌هاش پسر عموهاش میاره میگه دست بده باشون عروسی بکن اینو هیچ توجیهی نداره هر چقدر که شوهر تو بد باشه بدتر از فرعون همسر آسیا زن فرعون اون چه کرد تحمل کرد و کشته شد حتی اما به مقامی رسید که بالاترین بانوی تاریخ بشر شد در گناه از هیچ کسی اطاعت نکن حتی رسولت فرز محال است این اتفاق نمی افتاد ولی حتی ایشون به این معنا که هیچ کسی در گناه هیچ توجیهی نداری هیچ کسی نمیتونه تو امر به گناه بکنه و بگی فلانی گفت توجیه پذیر نیست این کارتو توجیه پذیر نیست نپذیر از هیچ کسی نپذیر فبایعهن اگر اینها اومدن بر این چیزا با تو بیعت کنن با اونها بیعت کن و استغفر الله و برای اونها از الله تعالی استغفار بخواه الله تعالی برای اونها فرمود عمل کرد برای این زنهایی که با تو بیعت میکنن که یکی از اینها هند زن ابو در این حلق جمع بود زنان صحابه برای اینها استغفار بکن امر کرد در بر رسول استغفار کرده حتما مگه میشه دستور الله رو انجام نده و میشه علی تعالی به رسولش بگه استغفار بکن و رسول الله استغفار بکنه و علی تعالی قبول نکنه و نبخش اونها رو الله فهمود اینها رو بگو ببخشین یکیشون هنده حضرت هند صحابیه زن ابو سفیان رضی الله عنهما علی تعالی فرمود استغفار کن براش استغفار کرد بگه استغفار بکن و رسولش استغفار بکنه و قبول نکنه نبخش طبق این آیه الله تعالی این زنهایی که با رسول الله بیعت کردن زنان صحابه همه اونها رو بخشید و مرحمت کرد و رحمت کرد و زنان صحابه همه بخشیده شدن و امهات المؤمنین همه بخشیده شدن الله تعالی میفرماد براشون دعا کن استغفار کن و رسول الله دعا میکنه و الله قبول نکنه امکان نداره ان الله غفور و رحیم الله تعالی بسیار بخشنده است و بسیار مهربان است و میبخشه همه صحابه رو بخشید همه زنانشون و همه مردانشون و ما رو هم می اگر راه اونها رو پیش بریم و الله تعالی رو بخواهیم و بخواهنیم یا ایها الذین امنو دوباره تاکید میشه مفهوم اولیه سوره لا تتولوا به دوستی نگیرید قوما غضب الله عليهم. گروهی رو که الله تعالی بر اونها غضب کرده دشمنان الله تعالی غیر موحدین رو همه اینها داخله قد یئسوا من الاخره گروهی که نامیدن از آخرت کسی که از آخرت نامیده است به چه امیدی باش دوستی میکنی؟ دوستی با کسی کمید با باخرت نداره کسی امید با باخرت نداره چه اعتمادی بین هست این دیگه چرا زنده است کسی که آخرت بهشت و جهنم رو اعتقاد نداره نه اخلاقش قابل ضمانت نه رفتارش قابل ضمانت هیچ چیزی این قابل ضمانت نیست چطور میتونی به تشم اعتماد بش بکنی کم یه اسر کفار من اصحاب القبور همون گونه که ناامید شدن کفاری که در قبرها هستن اونها هم همینجوری بودن سرنوشتشون چی شد چه کردن برای خودشون و برای اطرافیانشون که باز اینهایی که زنده هستن از کفارشون بکنن تا وقتی کافر است بهش اعتماد نکن با او دوستی نکن چون اعتقادی با آخرت نداره خطرناک است نه به تو رحم میکنه نه به خانواده تو نه به نابوس تو قابل اعتماد نیست همون گونه که قبل از اینها که رفتن قابل اعتماد نبودن و اینها را هم بهشون اعتماد نکن با کافر دوستی نکن دوستی تو کسانی هستن که و رسول رو قبول دارن و نماز میخوانن و روزه میگیرن و عبادت انجام میدهند امیدواریم که ما و از جمله این افراد بگرداند که دوستی های ما فقط به خاطر الله باشد و دشمنی های ما به خاطر الله که این بالاترین درجه ایمان است الحب لله و البغض لله همه شما عزیزان را فقط به خاطر الله تعالی دوست دارم ان که شما هم ما رو دوست داشته باشید ما از خیرتون فراموش نکنید طبعا ربي بعد الله يا رب نجاهد دارتنا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. نداء الحق صوت قد شجاني وبلغني الحقيقه والاماني وكان السبيل إلى المعاد